در مورد این زندگی تبعیدی بپرسم. خلیل جبران میگوید که حالا آنها مرا از جامعه خود تبعید کردند و من از این بابت خوشحالم، زیرا بشریت تنها کسی را تبعید کند که روح نجیب او در برابر خودکامگی و سرکوب اسیان میکند. آن کس که تبعید را بر بردگی ترجیح ندهد بنا به هیچ یک از ملاک های آزادی آزاد نیست. شما الان آزادید اما تبعیدی هستید. این زندگی تبعیدی و این آزادی در کنار او رو چگونه میبینید؟ بله، البته خب باید بگم سناریوها همیشه یک شکل و یکسان نیست. شما الان یه خانم مثل آن سان سو جی رو دارید در میانمار که با وجود که مملکت خودش هست، خب سعی میکنه فعالیت‌های بکنه. افرادی دارید که امروز تحت مراقبت هستن یا هاوس ارست به قول معروف، خب به نوعی اونها دیسیدنت هستن. بعضی هستن در تبعید این کارو میکنن. مسئله اینقدر موقعیت فیزیکی نیست که خارج از مملکت باشید یا نباشید. مسئله همون نکته که شما میگن تسلیم این زور و چیز خودکامگی نرفتن هستش. حال تا اونجا که برمیگردیم به تجربه خودم، واقعا من از این لحاظ مدیون، شاید مدیون لغت درستی نباشه از دید بعضی ها، ولی خب به هر حال یه نوع مدیون این اتفاقات هستم به این مفهوم که تجربه که امروز اندوختم محال بود همچین تجربه، حتی یک دهمشو میداشتم اگر با وجود همه تلاش‌های ممکن سعی کردم در همون موقعیت طبیعی که قرار بود همیشه به من انتقال داده بشه در من کردم پیدا می‌کردم. در صورتی که امروز به عنوان یک شهروند عادی جهان دارم همه جا می‌گردم، همه دنیا رو می‌بینم، با هر نوع آدمی که فکر بکنید، از راننده تاکسیش بگیرید تا دکاندارش بگیرید تا استاد دانشگاهش بگیرید تا کارگرش بگیرید تا هر نوعیشو که فکر بکنید، از فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف دیدم و صحبت کردم، از برزیلش بگیرید تا ویتنامش، از نمیدونم سوئیسش بگیرید تا مصرش. و خب این یک تجربیاتی است که خیلی آموزنده است که دنیا را از دید افراد عادی نسبت به دولت‌های خودشون، مسئولین خودشون، یعنی در واقع این شما که الان برنامه اجرا می‌کنید یه جایی هست که روبه دوربین نشستید، یه جایی هست که پشت دوربین قرار می‌گیرید و در واقع جلو دوربین بودن حکم مسئولیت داشتن، پشت دوربین بودن نگرش ایست که به شما که مسئول هستید میتونن داشته باشن. خب شما تا پشت دوربین قرار نگیرید هیچ وقت اون تجربه رو به دست نمیارید. در مفهوم سیاسی شو این تجربه من به نوعی دارم این رو به این شکل برای شما آیا فرض میکنید بازگشت به ایران برای شما در حکم یک رویا یا یک قطعیت؟ قبل از هر چیزی حقمه و امیدوار هستم که ایران آزاد شده برای هر شهروند ایرانی جا داشته باشه. هر ایرانی که شناسنامه اون کشور داره حق مسلمشه که تو مملکت خودش باشه و من برای این حق مبارزه میکنم، نه فقط حق خودم بلکه حق تک تک شهروندان اون کشور. و امیدوارم به این روزی برسیم که جامعه ما بعد از تمام این تجربیات بتونه مثل اون به صلاح آتش، اون خاکستری که از توش باز جوان جدید پیش میاد، یک ورقه جدیدی در این تاریخ چند هزار ساله خودمون بتونیم مجدداً باز بکنیم و از تمام این تجربیات خوب و بد و زشتش استفاده بکنیم و خودمون رو بهتر کرده باشیم، خودمون رو بهتر آگاه ساخته باشیم، خودمون رو آماده تر بکنیم که نسل بعد از نسل بعد از نسل بتونیم کشور خودمون رو پیش ببریم در عرصه جهانی. و قطعا ایران کشوری است و ملتی است که هم از نظر تاریخی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تمدن انقدر ارزش‌های مثبتی داشته به دنیای ارائه بده که حیف از این مملکت که امروز ازش به عنوان یک کشور یاغی یا تروریست پرور یاد بشه. چون در فرصت بسیار وقتی بسیار کمی داریم، دوست داریم نسل جوان از شما چگونه یاد کنن؟ تنها امیدم به این هستش که نسل امروز نگاهش رو نسبت به آینده متمرکز بکنه، تجربیات رو به مفهوم یادگیری و تجربه اندوختی نگاه کنه. اگه من در این رابطه سهمی بتونم داشته باشم و بتوانم تمام دانش و امکاناتی که در اختیارم هست، چه از نظر فکری یا هر دیگر، برای که دست اونها رو تا حد اکثر ممکن تقویت بکنم که بتونم به آینده خودشون بپردازم و همینطور نسل‌های بعدی، شاید این بهترین راهیه که تونسته باشم بهشون خدمت بکنم و امیدوارم که از این به این طریق از من یادی بشه. با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه در این برنامه رو در رو همراه با ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. سوالات بسیاری از افراد نسل جوان ایران هم هست. با سپاس از دوستان عزیز، برنامه رو در اینجا به پایان می‌بریم. شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.